أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الحي القيوم، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به حضور مولای مهربانمون امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و با سلام به بینندگان عزیز. در آداب دعا سخن به میان اومده بود و مطرح کردیم یه سری پیش نیازهایی برای اجابت و دعا و بهتر به هدف رسیدن دعاست در مکتب اهل بیت علیهم السلام. این ارتباط معنوی که بین انسان به خدای او برقرار می شود، هرچه بهتر انسان بخواهد جواب بگیره، باید یه سیر آدابی را که اهل بیت علیهم السلام و در مکتب اونها و در آیین انسانساز اسلام به اونها اشاره شده، اونها را مراعات کنه. و این یک امر طبیعی و عرفی است. انسان حتی یه خواسته اگر از یک بزرگی هم داشته باشه، پیش از آن که خواسته خودش رو مطرح کنه، یه سری آدابی رو، یه سری برنامه هایی رو در وجود خودش احساس میکنه، طبق اون آداب پیش اون بزرگ بره و خواسته خودش رو مطرح کنه. و هر برنامه که اون بزرگ خواسته، در واقع طبق اون برنامه پیش بره تا بهتر بتونه به هدفش نائل بشه. ما برای آداب دعا 12 قسمت انتخاب کردیم که 5 قسمتش رو در جلسه پیشین حضور بینندگان عزیز عرض کردیم. ششمش اینه که انسان اقبال و توجه داشته باشه در دعا، یعنی از یک دلی که به طرف خداوند متعال رو آورده و احساس میکند در چه جایگاهی قرار دارد، در پیشگاه چه کسی ایستاده، دست نیاز به سوی چه کسی دراز کرده، در همچو شرایطی انسان دعا کنه، یعنی قلبش مشغول نباشه نسبت به مسائل دیگر و حواسش به مسائل و موارد دیگر پرت نشه، یعنی با یک قلب و دلی که رو کرده به خداوند متعال و جایگاه خودش رو پیدا کرده به خداوند متعال دعا کنه و حاجت خودش رو بخواد. لذا در دعاهام اشاره شده این که الهی کیف ادعو که و انا انا و کیف اقطع رجایی من که و انت انت، این نهایت توجه یک انسان دعاگو و فراخوان را میرساند که این گونه در پیشگاه خداوند متعال قرار گرفته، میگه خدای من، معبود من، چگونه دعا کنم شما رو و چگونه حاجتم از شما بخواهم که من میدانم خودم کی هستم، چه مشکلاتی را دارم، چه نیازهایی نسبت به درگاه شما دارم، و از طرف دیگر از کنه ذات خودم خبردارم که چه تخلفات و چه گناهانی از من سر زده، اما چه کنم، من یک انسانی هستم نیازمند به طور کلی به درگاه شما، که اگر آنی لطف و تفضل شما نباشه، من نمیتونم، وجودم نمیتونه بقا داشته باشه، هستی من از هستی شما خدا و معبود منه، و از طرف دیگر میبینم که جز خدا و جز شما کسی نمیتونه حاجت منو برآورده کنه، و کیف اقطع رجایی منک، چجوری میتونم رجا و امیدم را از شما قطع کنم و ببرم، در حالی که میدانم شما کی هستید و معبود من هستید، آفریدگار کریم من هستید. این همون توجهی است که از دل یک انسان دعاخوان نشأت میگیرد و سرچشمه میگیرد و با توجه به خود به درگاه خداوند متعال رو میاره، و از اونجاست که به بهترین شکل میتونه اجابت دعاشو ببینه. مورد هفتم،
در دعا و ادب دعا این که انسان لباسش و غذای انسان پاک باشه، یعنی با غذای پاک و با خوراک پاک که در وجود او قرار گرفته و با لباس پاکی که پوشش او رو به عهده گرفته به درگاه خداوند متعال دعا کنه، از حلال باشد و پاک و مطهر باشد، با این کیفیت دعا کنه به دعا هدف استجابت میرسه. و هشتمین مورد اینه که انسان حقوق دیگران را ادا کنه. تا حقوقی از مردم در گردن انسانه، اگر انسان دعا کنه و ببینه که دعاش به استجابت نمیرسه، مشکل باید خودش پیدا کنه، چون نسبت به مردم ظلم کرده، میتونست حق اونها رو ادا کنه، حقشون رو ادا نمیکنه. با این حالت اگر انسان به درگاه خداوند متعال بیاد، در واقع به بخشی از حدود الهی عمل نکرده و اگر دعا او مستجاب نشه، خب تقصیر از خودش خواهد بود، که اینا البته مفصلا میشه در این باره سخن گفت، اما برنامه ما به اختصار نهمیش اینه که انسان گناه رو ترک کنه به طور کلی، یعنی با حالتی که دیگر گناه از او سر نمیزنه و حداقل اینی که تصمیم بگیره به سراغ گناه نره، به درگاه خداوند متعال بره، یعنی پاک و مطهر کنه وجود خودش رو، فکر خودش رو، ایده خودش رو، مغز خودش رو از آلودگی ها و از پلیدی های ظاهری و باطنی انسان پاک کنه، اونگاه به درگاه خداوند متعال دعا کنه و حاجت های خودش رو طرح کنه. و دهمیش اینی که حسن ظن داشته باشه نسبت به اجابت دعا. کسی که دعا میکنه، روایت داریم از امام صادق علیه السلام، وقتی که دستاشو برای دعا بلند کرد، یعنی احساس کنه که حاجت او پشت در خونهشون هست، یعنی بلا فاصله حاجت او مستجاب میشود و خداوند متعال به دعای او پاسخ میدهد، نه که تو دلش باشه حالا ما یه دعایی به درگاه خداوند متعال میکنیم، حالا نمیدونیم الان مستجاب بشه، یه سال دیگه، چند سال دیگه اصلا مستجاب میشه یا نمیشه. اگر با این حال انسان به درگاه خداوند متعال دعا کنه، قطعا اون نتیجه بهتری که از دعایش باید ببینه نمیتونه ببینه. پس حسن این که حسن ظن داشته باشه نسبت به اجابت دعا. و یازدهمش اینی که اصرار در دعا داشته باشه. خداوند متعال اصرار در دعا رو دوست داره، یعنی در لحظه لحظه زندگیش حاجتی که داره از خداوند متعال بخواد. حالا اگر همه شرایط هم انسان پیاده میکنه اما میبینه دعاش به اجابت نمیرسه، خب مصلحتی هست در پیشگاه خداوند متعال، اون مصالح رو باید در نظر بگیره. اولا با این دعا میتونه مرتبط بشه به طرف خداوند متعال. عرض کردیم که لحظه به لحظه به خداوند متعال نزدیک میشه، مقرب درگاه الهی میشه. اگر انسانی در زندگی روزمره خودش 5 بار به درگاه خداوند متعال دعا میکنه اما خداوند متعال به مصالحی دعای اونو هنوز پاسخ نمیدهد، فردا 10 بار، پس فردا 20 بار همینجوری در زندگیش این دعا رو به کثرت و ازدیاده، در واقع این هر روز به خداوند متعال نزدیک میشه. فرض بفرمایید یک انسان از فرد بزرگی، از شخصیت والا مقام یک نیاز داره، امروز میره در پشت درش، فردا میره، پس فردا میره، چندین روز همینجوری، ماه میره، سال میاد میره، به خاطر اون نیازی که اونجا داره. قطعا این رفت و آمدهایی که بین او و اون انسان والا اتفاق میفته، او رو به طرف کمال حرکت میده. در واقع اون شخصیت اون فرد در وجود او تأثیر میذاره. در دعا هم خداوند متعال اصرار و پافشاری رو دوست داره و دوست داره بنده مؤمنش در حاجتش به درگاه خداوند متعال اصرار کنه و پافشاری کنه، تا حاجتش رو از خداوند متعال نگرفته دست از طلب و دعا بر نداره. و دوازدهمی اینه که میفرمایند یک روح یقین و باور داشته باشه، یعنی با روح یقین به درگاه خداوند متعال بره. این با حسن
زن به اجابت یه مقدار فرق میکنه، یعنی انسان یقین داره که خداوند متعال دعای اونو مستجاب میکنه و میپذیره و درگاه خداوند متعال قرار گرفته، صدای او رو میشنوه، حاجت او رو میدونه. همه اینا رو انسان اگر باور داشته باشه و با یقین اگر به درگاه خداوند متعال دست نیاز بلند کنه، قطعا و یقینا دعای او مستجاب میشه، که در روایتی امام باقر علیه السلام فرموده لا نور که نور یقین، هیچ نور و هیچ روشنایی مثل نور و روشنایی یقین در وجود انسان نیست. و کمترین چیزی هم که در روایات دیگر اومده به انسانهای مؤمن دادیم همون روح یقین هست. لذا انسان در دعایی که به درگاه خداوند متعال داره، اگر توجه کنه به این 12 بندی که عرض کردیم، اینها رو مراعات کنه، قطعا در اون فراخوانی خودش به درگاه خداوند متعال موفق خواهد شد. و انشاءالله سعی کنیم بهترین دعا رو در ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند متعال داشته باشیم. با ما همراه باشید، انشاءالله مطالب ارزشمند دیگری را هم از مکتب اهل بیت علیهم السلام در این زمینه حضور عزیزان بیننده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.